بزنیم 3 ثانیه ببینیمش. 3 ثانیه شهبانی رفته جزام خونه مشهد، ما بریم پشت نرده ها وایسیم دو چرخه از پشت نرده ها ببینیمش. خدا بزرگه، امیدوار باشید. حجبر یزدنیق میشناسید؟ مرد بزرگ. من یه پسرده دارم که آلمان ساکنه و یه روزی به من گفت آقا شماره بگی زنگ بزن. گفتم که کجایی؟ گفت مکزیک. گفتم کی هست؟ گفت بله بزن. گفتم نه تانگی که نمیزنم. گفت حجبر یزدنی با ما توی هواپیما بود، میرفتیم بار بار، بعد نشسته بودیم بغلم، گفت تو ایرانی ما ایرانی. گفتم آره. گفت ما پسرده سیاوش عوستان. گفت آره خیلی ها به من میرسن. گفت نه با خودم پسرده ایشون نشونی. گفت چون آقا یزدنی میشتستینش که معرفی. گفت آره آره اینجاستم شما. خیلی خب وقتی میگه رسیدیم اومدیم پایین، دو بسته چایی داشت به من داد، گفت چایی رو بده به سیاوش عوستا، به من زنگ بزنه تشکر کنه. من میفهمم که من یک ماه گذشت زنگ نزدم، چایی رو هم نگرفتم، دادم به خودش. گفتم چایی رو ببر. چایی بعد آخه با زنگ زد به من، گفت دفعه سوم چون گفت با جنوهای زن بزنی آبرو ما رفه. من یه روزی زنگ زد دیدم آقا کجا پیاز دادی روانش شد، مردی که ایران رسا. خدا خیلی مخلصیم. گفت بابا سیاوش ما منتظر نشستیم اینجا تلویزیون پارس تو رو ببینیم فلان اینا. من خیلی شرمنده شدم، گریم گرفت. گفت چی شد؟ گفتم آقای حجبر یزدانی، من یادم میاد تو تپل محله مشهد که خونه ما بود، شما یه بانک صادرات هم اونجا زده بودی، وقت بغل خونه ما بود و ما هر روز صبح میرفتیم بانک نگاه میکردیم تابلوشو، گفتیم یک چقدر بالای تابلوش. بعد یک روز یارو گفت که اسمانگش، گفت بالا زدن که کسی نزنه بشکنه چون سعی میزدن تابلو رو میشکستن. گفتم خوب شد گفتی، حالا ما اگه بزنیم بشکنیم جایزه داریم. خندید با من، خندید. یعنی بعد حجبر یزدانی اینطور و و و و و و و مردم ایران، مهربان یاران، امید داشته باشید، به هر چی بخواید میرسید، باید جاتون باشید، میتونید نظم جهان رو عوض کنید. این گلوبالیست ها این کاری کردن، کردن از سال 2020، میخواستن 1980 بکنن با انقلاب ایران. کی به تأخیرش انداخت؟ مردم رشید و دلیر ایران، بچه که هستن جبهه جنگیدن با صدام حسین، با تازیان جهان جنگیدن، جهان علیه ما بودی، بچه هستن باش جنگیدن. اما هم بچه که هستن جنگیدن الان دارن بدبختی ستم بهشون مضاعف شده. اگر معلولن، اگر چه هستن، اگر شیمیایی هستن، چه هستن، بهشون نمیرسن و بهشون توهین میکنن. چه میکنن؟ از یاد بودیم یک گده. بله همه چیز ممکنه، تغییر امکان داره، باید از جامون پاشیم. بیتکوین میتکوین نخرین، خر نشین که فکر کنین یه شبه میتونین پول دار بشین. باید پول دار آوردن زحمت میخواد، شهرت پیدا کردن زحمت میخواد، نویسنده شدن زحمت میخواد. من از کودکی کار کردم، از 6-7 سالگی ما کار میکردیم تو نوغون تا پول محله، میرفتیم تابستون، 3 ماه تابستون من باقا قبول میشدیم، باید میرفتیم کار میکردیم. دوست هم داشتیم، هیچ عیبی نداره، به پولش هم احتیاج نداشتیم، ولی بابان اینجوری بار ساخت. بچه های درست که یهودی، زرتشتی، بهایی، ارمنی اینا ساخته میشن، اینا از بچه که بچه کار میکنه، با کار آشناست، درد و رنج و غم و اینا رو میفهمه. اینه که اینا تو دنیا رشد میکنن، شما حسودیتون میشه. بعد همه این سادات تازیه حاکم میخوان تقصیرها رو از سر خودشون بردار، میگن کار یهودی هاست، یهودی ها خاک بر سر اینا دارن، میگن خرتون میکنن. غربی ها رو همینجور خر میکنن، غربی ها رو برای که چپا برکن، چون اینا ریشه شون همیشه تشکیلاتشون یکیه، میگن یهودی ها یهودی ها. ضد یهودیت که راه میندازن شانای خودشون خالی میکنن، شاناشون خالیه دیگه، میگه من اسم یهودیان. اینا دروغه، دروغه. اینها انسانهایی هستند که از کودکی بچه ها میبرن تو کار زندگی. یارو به خدا قسم توی فرانسه، اونایی که میدونن میدونن تاتی کیه، تاتی بزرگترین فروشگاه ارزن فروش فرانسه است. تاتی فابیان واکی، این بچه با ما تو رادیو اومد کار میکرد، را تو فرانسوی محصول 80، یه روز دیدیم نایمده، دو روز دیدیم نایمده، بعض وقتا تکنیک من انجام میداد، دیدم پسر نایمده، گفتم فابیان کو؟ خندیدن، هفته دیگه فابیان کو؟ گفتم بابا رئیس تاتی را، گفتم چجوری رئیس تاتی شده؟ گفت تاتی مال باباش و عموش بود دیگه، مردن رفته اونجا بارست شده. آقا یارو میلیونر بود،
میومد تفلی کار میکرد، کاری پس پایین، نمیگفتم من کی هستم. ولی آقازاده رو باید همه رو بندازی تو لژن مردم. همین آقازاده ماشین پاشین زمینشون. به خدا فابیان واکی فرانم هست، درود دارم بهش رفیق برژر کامانوتی. آقا یک بار نگفت من ایتاتیا مال منه، من پول برم بابامونه، ننم اینه، عممونه، عموم اینه. تا مرد عموش ای تنها وارث بود، رفت اونجا ما فهمیدیم. بقیه همه همه جورن کار میکنن، کار کردن عیب نداره که. وقت تو فکر میکنی یک شبه بیت کوین میخوای پولدار میشی، فکر میکنی تو یک شبه میخوای نویسنده مشهور بشی، ما آقا ما میخوایم آقا هنرمند مشهور میخوای بشی، یه شبه میخوای هنرمند بشی. باید برید خاک بخورید مملکت همینجور تو بشینه دعا کنیم، باید پاشید بزنید سیده تازی که میشینه به زن تو توهین میکنه، به بلند اون بعدم با اون شکمش میشینه رو صندلی بزنید. مجید امانی، مجید امانی قهرمان سال 2017 قهرمان المپیک میشه، مدال طلا میگیره. مدال طلاش دیروز رفته خونه آقای گلپا تقدیم به گلپا کرد. هرچه میگذرد عشق مردم به استاد گلپا فوزونی دارد، کاهشی ندارد. هرگاه با استاد گفتگو میکنم من حاوی یک پیام نو و جدید هست. استاد اکبر گلپایگانی از مهر مردم سرزمین آریایی و این حنجر طلایی. همین پریروز آقای مجید امانی قهرمان پرورش اندام، مدال طلایی سال 2017 خودش رو رفته خونه استاد گلپایگانی و با حضور ورزشکاران نازنین مثل وحید اکبرزاده و هنرمندان نازنینی چون جلیل اندلیبی رو پیشکش کرده به استاد اکبر گلپایگانی مدال طلای خودشو. این قهرمان مجی جان سپاسگزار تیم برود با استاد گلپا. اینو همه برای دشمن یه خشم بیمونه، یه خوابیده که بر ما یاد شده یک قهرمان جهانی بیاد و همه ما افتخار کنیم که این مدال رو تقدیم کسی بکنیم که تو خونت بیبدیل بوده و در کنار ورزش از جوانی اگه هرچه دیده باشید هم در بدنسازی هم در فوتبال و در آخرش یک گل قشنگ و خوب جهانی بشه که همه ما امروز گرد وجودش جمع شیم و مدال رو تقدیمش کنیم و این مدال انشاءالله باشه در این روز قشنگ. خود آقای گلپا فرمودن با تشریف که شما میکنید انشالله حتم قاعده ورزشی که بدونیم هممون منتج به هنر میشه و هنر ورزش یه ورزش فقط خواستم عرض ارادتی کرده باشم. خب سالها ما با صدای شما حالمون خوب شده مجانی، شما خودت هم خبر نداشتی و میلیون ها نفر که صبح تا شب ممکنه با صدای شما صفا کنه، همه ما به نوعی بله به ذکاری میشون چون الان حال خوب چیزیه که پیدا نمیشه، قیمت نداره قیمت. در صورت من هم خودم کمترینم، همین کار کمترین کار ممکن بود. فقط خواستم که همیشه آرزو داشتم که بتونم این تو رویاهای خودم بودم یک کاری شد از عمر ماها کم میشود، به عمر اسطوره‌ای این چنی اضافه میشود، نشدنی. اما خب این با ارزش‌ترین مدالی که من تو این 20 سال سابقه ورزشی بی‌ادبی در حضور آقای طالقانی کسب کردم خواستم عرض ارادتی شده باشه. این برنامه رو بایستی پخش کنید،
به جایی که چرت و پرت وزارت اطلاعات براتون میفرستن، چون میدونم همتون سر کارین، الان صبح از خواب میشه میینه چی در اومده، سلام سلام عزیزم صبحت بخیر مامان نم برام میفرسته آخرین خبر گزارش رسیده از ما آقا بخونید این اینا رو ول کنید، ول کنید. 50 نفر پیام آوران خرد رو در تقویم 7000 سال معرفی کردیم، این 50 نفر رو کاراشون رو بگیرید پخش کنید، همین ویدیو رو کپی کنید، کار ما هم هر چی میخواید میزنید تو اینترنت اوستا 7000، وقتی میزنید اوستا 7000 توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، اینا بیاد را یوجونا اینا رو پخش کنید، مردم روشن کنید، تک تکتون میتونید کاری بکنید که مادر بزرگا، پدر بزرگا، مادرها، پدرها، بچه‌ها و نوه‌ها گریستن. یکی از بچه‌ها میگفت که من روزانوی بابا مینشستم و این آریایی 7000 سال تمدن میترا اینا رو یاد گرفته بودم، حالا میرم تو مدرسه میبینم هر چی میشه اونایی که تو میگی درسته، همین مال ما بوده، همه اینا مال ما بوده. باربارا پراوی هم که تو فرانسه بود اول میشد بهش ظلم کردن، دوم شد این دختر بین رهنه، یکی از این رفقای کارگردان ما چند وقت پیش برای من فیلمش فرستاده بود تو ایران، گفتم با مشاله رو تو ایران نمیشستن، حالا خوشحال شدیم که برنده شد. ببینید این بچه هایی که در جهان برای تو افتخار میآفرینن ایرانی هستن، اینا سادات نیستن، سید بیبی، اینا همه ننگ برات میآفرینن، تازیان، سادات، زرتشتی، یهودی، ارمنی، بهایی، اینها تو خارج هم که هستن برای ایرانی افتخار میافرنن. بیمیرید از حسادت ابلهان. با بوسه و مهر، بدرود و خدا نگهدار. سالنامه 7000 ساله آریایی میترایی در سال 1981 توسط سیاوش اوستا در کتاب از میترا تا محمد به جهان ارائه شد و از سال 1986 تقویم جیبی آن با هزینه شخصی خانواده اوستا در پاریس چاپ و به رایگان در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. همین تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری. چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدن‌های دیگر بنازند، اما چرا تاریخ قارت و چپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان. اورمزجید ها پنجشنبه ها ساعت 15 و ناهیدجید ها جمعه ها ساعت 14 به هنگام پاریس برنامه های سیاوش اوستا را از ماهواره تلویزیون جهانی پارس در سراسر دنیا ببینید و یاران را خبر کنید. در آرشیو یوتیوب ببینید youtube.com/mehrtv